قوی شو اگر عزم زندگی داری، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. شاه مردان علی هرمون چرش لعنت مشالله. سلام علیکم ننه. سلام بروی نشستت ننه جو. بابا سوسات پنج وزو گرفتم. از قبول باشه. نو کرتم ننه. لا حول ولا قوت الا بالله. خوتم نکن باد میبرتم. فریدون بیدار شده؟ آره دوشتر حوز بزو میگرم. راستی باری کلا بنامزم با اون عقیدش. الله اکبر الحمدلله از نو بسم الله. پروردگارا درد دردمندان دوا، حاجت حاجتمندان روا. 145 خدایا ما را بیامرز و ببر. خدایا گناهان ما را ببخش. 48 9 شد 150. خب واسه امروز بس. خیلی جردن کلوف میشم. یه 500 تا میل میگیرم. نه صدایی از داشم نمیاد. نمیدونم والا. نکنه فدستوخته خوابیده صبح جمعه. آی مهندس تو که خوابیدی؟ پسر ننه میگفت داشت وضو میگرفتی. پاشو پسر تو چرا پا نمیشی؟ الان همه مهندس ها سر کارن، تو گرفتی خوابیدی پاشو. داداش جون نمازم هم خوندم پاشو بخوابم. بعد اون نماز که تموم شد تازه باز ورزش کنیم. یعنی هفته یه روزم تعطیلی نداری؟ دیگه ولی قانون کار میگه هر کسی هفته یه روز تعطیلی داره. جون ما آره که قانون گفته، قانون کار گفته. آره خیلی خوب، حالا ما هم قانونیش میکنیم، بارونیش میکنیم. چی کار میکنی؟ خیسم کردی آقای مادر. یه من از دست این دوشنبه خلاص کن، تو معلومه چته. آره که معلومه. میخواستم یادت بیارم یه روز تعطیلی تعطیل کاره، اما دو چیز تو این دنیا تعطیل بردار نیست. اول عبادت خدا، دوم رسیدن به تن و قوی شدن بدن. روشن شو. آره روشن. آفرین کله پسر خوب. حالا یه پاشو شلوارتو بکن پات، بیا ناشتای بخور. چه میشه تو هم زن بگیری و حال ما رو بفهمی. خودتی. حالا به تو میگم پسر حسابی، جای همه حرف شنویات و نماز خوندنها تو جشن خط سرون پسر تا صبح میرخ. یعنی تو بلدی؟ زکیته بلدم. ننه این چی میگه؟ بهش بگو، بگو که من اوستای رخصم. میدونم ننه. خب بیا ننه یه دهم بیا. ایفا خدا مرگم بیا. یاله جون من یه دهم بیا، حالش کن که تو هم این کاره ای. ایفا خاک عالم دست برد رحمت جون، من کی از این کاره کردم ننه. ولی کاری نداره که، نگاه کن پای چبقه پای راچی رو دیدی دا و این دلیل دا و این دیدی ننه این کاری دا. اینه میگم چی ناشتهی تو بخوری؟ شیر و مادر داشم. چند وقت دیگه صاحب پسر میشه. اما ننه مرحب، مرحبا با این پسر تربیت کردنه. لیسانسیه مهندس دست مریضا. خدا سایه تو را از سرم کم نکنه. پدر زنش انقدر دوستش داره که ممکنه فردا پس فردا معاونش بشه. عروس دومات خوب به هم میان. این مهندسه، اونم دختر رئیسه. ما رو باش ما رو باش. میگفتی فریدو تو بهر این کارانی. چطوری قاف دختره رو دوزیره گرفتیش؟ حالا نمیشه خمه چمشم به ما یاد بدی؟ بل کن تو رو خدا داداش احمد. ما که پیش تو همیشه لنگ انداختیم، هرچی بلدیم تو یادمون دادی، از تو یاد گرفتیم. شاگرد کلاس خودمه. خب امرو نهار چی می‌خوری؟ من میرم داداش، فردا صبح باید کارخونه باشم تا احوال خیلی بابا دست خوش. من بیدارش کردم، حالا زودتر از ما میخواد بذاره بره. من زن دارم داداش. پا بگو چشه این سفر که اومدم احواز میام، چهار روز پیش تو میمونم. به همه سلام برسون. خدا به همرو سلام برسون. خیلی دوستش دارم ننه، ریشه جونمه. کی اون کارگرا رو بیرون کرده؟ من. ادامه بده. کی جلوی اون دزدیا رو گرفت؟ من. کی اینجا همه کار است؟ من. تو؟ به چه جهت؟ فراموش کردی؟ من یه عمر تو این کارخونه جون کندم، تو سرما و گرما زج کشیدم. حالا نمیذارم با استخدام چهار تا مهندس همه کاره بشی. آقای آذری، سهم من نصف درآمد این کارخونه است. 50-50. عجب که این تو. جمشید کاری نکن که مثل یه کارگر ساده از اینجا بیرونت کنم. اینو تو اون کله پوچت فرو کن. مالک اینجا منم و اگر تو سهمی داری بدون مدرکه، فقط من میدونم و هر وقت دلم بخواد میتونم. فراموش بکنی. به تبریک میگم ناصر، با این دستگاه جدید که راه انداختی حالا کارگر کمتر میخوایم، درآمد جمشید خانم کم میشه. آره دیگه نمیتونه به اسم کارگرها در دزدی بکنه. ناسلامتی آقا شریکه، تعجب میکنم. شریک؟ اون شریک دوز و رفیق قافله.
میبینی چه دستگاهیه؟ با اون تابلویی که ساختن دسته رو که بزنی همه ی کارخونه را میفته. باریکلا میخوای جمشید خانه واسط قربونی کنم که چش نخوری؟ نه دیربزه آخه میترسم نبز گوشتش به درد لاشخورا میکنه. داداشت چطوره؟ حالش خوبه، قراره بیاد اینجا چند روز پیشمون بمونه. اون دفعه که اومده بود خیلی بهمون خوش گذشت. خب حالا حتما میاد. آره وقتی گفته میاد خب میاد دیگه. حالا دو خانه تکلیف این کارگرا چی میشه؟ حسابشون رو تصفیه کنیم برن. دست کشیم مثل سازندش خرابه. من تعجب میکنم جمشید خان، شما که باید خوشحال باشین. این دستگاه من و ناصر سوار کردیم، خودمونم میدونیم چه کنیم. شما بهتره به کارهای دیگه برسیم. فریدون خان معذرت میخوام، آخه جمشید خان شریک پدر. بله ایشون شریک آقای آذری هستن نه رئیس من. ناصر جون ساعت 8 دستگاه روشن کن. اینجا چه اومدی مانه؟ اومدم بگم دوست دارم. داشتم میومدم دفتر. آخه چرا این کارمنده که نمیتونم داد بگم؟ ولی من حاضرم چرا این کارمنده بگم یازده تا دینامیت یک دستگاه این برای فرمان صبح خیلی کلافته هاست. پس چی شوهر من آقای آذری خیلی هواتو داره. چرا نداشته باشی؟ حتی آذری با آش شریک بشه. مریم شوخی میکنم. نه خیر هیچ هم شوخی نمیکنم. تو اگه حاضر باشین همین امروز به بابا میگم. بابا میدونه اگه تو نباشی کسی نمیتونه اینجا رو اداره کنه. آها برمان کرش لحنه. ناصر قرارمون فردا ساعت 8 صبح. تا فردا خدافظ. از وقتی دوباره تو کارخونه دوزی شده ناصر چیزش خیلی ترسیده. خب بایدم بترسه، دوزش هم که هنوز پیدا نشده. راستی خبری نیست؟ نمیدونم آقای مهندس، از باباش بپرس. بذار ببینم صدا میکنه. هیچ خبری نیست، حتما رفته مدرسه. مدرسه؟ آره. باید یه سرپوشم براش درست. سر هشت میشه. آره بریم. تو برو پای تابلو. در اجاره میذارم. خیلی خوب. دری جون حاضری؟ آره ناصر تو حاضری؟ Come on!
گستاخی. برو جاندارم رو خبر کن. نه نه باور کنید من تقصیری نداشتم. نوکر پالتو شم، یه دنیا دوستش دارم. میخوام این پالتو مشکی رو بپوشه گنده تر بشه، تا وقتی از دور پیداش میشه همه بهش میگن سلام آقای مهندس. جو جیگرشو برم. جیگر پالتو رو بری؟ نه خینگه، پالتو که جیگر نداره. جیگر داشمو، به جون تو یه عالمه دوستش دارم، اونم منو دوست میداره. خدا نگرش داره. بگو ایشالله. ایشالله. خیره بسن بریم، خیلی راه داریم. داشت میدونه میری پیشش؟ والا دقیقا نه، تازه اگرم میدونست اینقدر سرش تو کاره که حواسش به ما نیست. اختیار دارید مکه ممکنه، اونم شما که داشت بزرگترین. آره، اما یواش یواش این حرفا داره قدیمی میشه. قدیما بیشتر آدم ها جور بودن، معرفت پیشکسوتی همه چی سرشون میشد. گرچه قرونش برم فریه ما مثل خودم، تا ما نشینیم نمیشینه. حرف ماست. اینقدر آغاز که نگو، الهی دورش بگردم. صد معرفت از هیکلش میریزه پسر. آخه بچه اش کنبده تیرونه. بچه های اصلا باد همه با معرفت هم. قربون مرام دولا پناد. بیا علیقا جون، اینج ده تومن مال تو. خدا برکت کنم. باش داریم اسمالا. باشو رایشیم که خیلی را داریم. همیشه خوب و بد بوده. همون روزگارهای قدیم، اون وقتا که ما واسه ننه با تحصیل داشت فریم و شب و روز جون میکندیم، خوباش خوشحال بودن و بداش برامون پاپوش درست میکردن. محکوم شدیم، محکوم کردیم، ولی خب حق به حق دار رسید. حالا ماییم و یه داشت مهندس اسم الاغا. بگو خدا حفظش کنه. خدا حفظش کنه. سلام مارم بهش برسون. سلام خوشگی خالی. آره دیگه دادا، ما یه دارش میکنم پسر، دو تا ماچ میکنم بغرش، آتش کن بریم. جیگرت برم الهی. من که مریض داری؟ میدون شوهر من بود، باید قاتلش پیدا بشه. جمشید خان شما چرا حرف نمیزنین؟ شما که همیشه از اون تعریف میکردین، هرچی باشه زحمات اون برای شما هم استفاده داشت. مریم خانم صبر داشته باشید، آخه از دست من و پدر شما چه کاری ساخته است؟ خودتون خوب میدونین من و پدرتون چقدر به فریدون علاقه داشتیم. همه کارهای کارخونه دست مهندس فریدون بود. اون که بد نکرده بود، اون که دشمنی نداشت. مریم جون، هیچ کس با اون دشمن نبود، حتی ناصر که دستگیر شده. ناصر؟ یعنی ممکنه؟ یه رفیق مثل یه برادر؟ نه، من نمیتونم باور کنم. اون بیگناه رفته زندان. دخترم، منم باور نمی کنم، ولی مال دنیا، مقام، حسادت، چی بگم، افکار شیطانی، حتی یک اشتباه ممکنه سبب این کار بشه. با اون وقت اون فاجعه رو به وجود بیاره. نه غیر قابل باوره. یعنی اینطور اینقدر بی‌عدالتی؟ جواب احمد برادرش رو چی بدم؟ چند روز بود که مرتب میگفت دادشان میخواد بیاد پیش ما، میگفت میاد که زن داداشیشو ببینه. هر وقت میامد میگفت زن داداش من فریدون قد یه دنیا دوست دارم. پدر، احمد آدمی نیست که به این سادگی قبول کنه که برادرش مرده. سرسی رو پیدا میکنه. میروم بارد جایر تا ببینم روی اون، میروم بارد جایر تا ببوسم.
اینجا. چی همون؟ رو من مهمان خصوصی داری. جون من؟ پس ما هم لازم داریم. رسیدی گاراژ، بارا رو خالی میکنی، هشه دارو پوستاز گیفته تو من دفتر میگی، از همون جام تلفن میکنی به من. من تو کارخونه پیش داشم هستم. برو به سلامت، دست علی همراه. چی رو؟ مرغ طرف رو رد کن بیا. رد کن بیا. خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. حوازی روزیمون زیر اون شلیت هست. الان درش میاد. بیلا که خجالت بکیم. چی اینجا؟ بکیم بیا. کجا بکیم؟ چرا همچی میکنی بچه؟ بلا خواه، بلا خواه، آری گیره بردی غریب الان نشونت میرم. نشون آقا خوبیت هم شما با این قد و قواره شطوری تو خجالت نمیکشین؟ زنی گفتن، مردی گفتن. آخه این مرغ ما رو دزدیده. دزده؟ آقای ریش، آقای ریش، به جون شما نباشه، به جون سه تا بچم، یکی هم تو شکممه، به جون چهار تا بچم دروغ میگه. من اصلا مرغ ندیدم. اگه شما محرم بودین میبردم تون اون گوش میذاشتم همه جونم رو بگرد. فرمودین چی گفتن؟ بله، ولی ما محرمی بود. ببین چونه بعد این پالتو خیلی عزیزه، حالا اون ساک مهم نیست، ولی این پالتو نباید خاکی بشه. میری یا خودتو پالتو و ساکو بفرسم لباسشونی؟ آکس اگه کی باشی؟ ایدیال آقای ریش سب کن آقا نایا پیش، منظوری نداره، میگه شما نمیتونین، خودتونم میدونین نتوانی. نمیتونین؟ نتوانی؟ بگیر تا رفتی لباس شویی، پولش بذار به حساب ما. آره. حالا چی میگه؟ صاحب کنی، حالا ساکو خراب کردین، عیبی نداره، خوبه پالتو زیاد خراب نشد. جونم بسته به این پالتوه. این باشه خدمت شما. بفرمایید آقا، من میخواستم بپرسم تو این منطقه مزنه برگ چوندر چنده؟ از قیمت مرغت که زیر شلیته طرفه بگذر. بیا کاسه شو. آره پیکار آقای ریش. میگم بیا. چی؟ ماما طرف بودن قرون شما بی معرفت ها بدون خداحافظی هم گوشتن رفتن. آخی بمیرم الهی، دستتون درد گره. نه نه آدم ساکوریه. چه دستی، چه تاله ای. کف دستتون نشون بگی، یه نفر دوست داریم، یعنی خیلی هم دوستش داریم. آره داداشم. عاشقشی. اونم داداشمه، امروزم میبینمش، اونم داداشمه. خب آره چیزی، یه نفر رو دیدین که اونم شما رو دیده، ولی نگین داداشمه ها. نه دیگه، این که شمایی. بازم زیارتتون میکنم، یعنی فعلا برین، چهار تا بچه ها دارن گریه میکنن. ای بابا بچه
چی؟ من بابای بچه‌رم ندارم، چه برسه به خود بچه. اصلا میخواییم براتون بگم نه. من چی کنم؟ فعلا ترمز کنین، بعدا. آره بعدا باش. خودش آنا بر خدا چقدر بیه خود سرم خود مرخو چی کار کردی؟ میشه بیه کنی که داشته بایی برون کرد سو بر پریه بابا ایوالا ما رو بگو چه سیاهی شدی. بازم چاخان کنا، بگو اون مرغ نبود، کرگدن بود. به خدا من منظوری نداشتم، میبخشینا. خدا ببخشه مادر چهار تا بچه، زیفه از رو نمیره. خدا به داد مردی برسه که شوهر این بشه. سر یه هفته پشت روش میکنم. میروم دیگر تا ببینم روی او. با قربون علی خدا قوت، بازم که کز کردی زیر درخت چنار. یالا شما این احمد آقا خودم هم. چی بگم احمد آقا، خدا نابودشون کنه، خدا ذلیلشون کنه بیرحمان. مش قربون، قربونت برم. تو دیگه چرا؟ تو که سرد و گرم روزگار رو چشیدی چرا این حرف رو میزنی؟ بیا این پول چایی رو داشته فرزندم، خدا بهت صبر بده. خدا بگم چیکار کنه اونایی که صبر قربونت برم، دعاره بچم بگه چون بچه هم. بگو الهی آمین، بگو آمین. سلام احمد آقا. سلام مشت عبداللهی گل گلاب داشم اومده منزه. خدایا کمکم کن، چطوری بهش بگم کاش منم مرده بودم، کاش به دنیا نیومده بودم. بذار من چقدر بد. صبر داشته باشی، خود مقاومت کن، بالاخره اون باید بفهمه. بیا اصل حالا چطوره مشت عبدالله؟ ببینم هنوزم دعا میکنی؟ حسابش یادم نرفته، از اون دفعه که اومدم اینجا 3 ماه و 4 روز گذشته. در واقع 64 دفعه صبح پشت سر دعاشم گفتی خدا پشت و پناه. فعلا دستم بنده، فردا بیا پول دعاهاتو بگی. میروم بار دیگر تا ببوسم روی او. دخترم اینقدر گریه نکن، من یه جوری بهش میگم. اومد خودتو کن جناب آقای آذری. سلام پدر خودم، چطوری آقای آذری؟ ماشو بزر بخل ریش نوکرتم. میگه نه به این راه درازه، نه به این استغفر الله. به جون شما اگه عشق دیدار و علاقه و این صحبت ها نباشه ها، با 10 تا مسلسلم نیشه این راهو گز کرد. هر چی میایی مگه میرسی؟ آخه اینجا هم جاست شما اومده کارخونه ساختی، ما کجا شما کجا؟ بفرمین. یا الله نمیدونی چه مصیبتی داشتیم تو این یتیک راه خاکی، شدیم عین امیرالسلام نامدار با تمام درد سراش. گله به گلش گرفتاری، کولی مردوز، دوزای سرگردنه، بزن بزن، فالگیر، تجاوز. آخ چه کنیم که ریشه جونمون اینجاست. سلام سنده داش، چرا گرگه میکنی؟ زغزره شدی بردشوارت دیدی؟ بیا بیا ناراحت نشو، واسه شما هم سوغاتی آوردم، از آب گذشته است، قابلی نداره. میگه هرچه از دوست رسد نیکوس. این پالتور واسه آقا مهندس آوردم. من میرم بگم موهر اصله، فکر میکنم دوخت هنگ کنگ باشه، تو بازار کویتی ها خریدمش، اندازشه. اینو بپوشه دیگه مهندس مهندسه. برو صداش کن بگو میتونیم. چرا گریه میکنی؟ فریدون کجاست؟ اون کی میاد؟ اون دیگه نمیاد. نمیاد؟ اونو کشتن. بذار بخوابم.
من بمیرم بیدارم نکن، خیلی خوابم میاد. دیگه چه خبره؟ اینجا که میتونم بخوابم. اینجا که خونه اونا نیست. میخوام باهات مچ بندازم دلش. تو کارخونه کسی نمیتونه منو ببره، ولی شما چیزی دیگه ای هستی. هیچ وقت نمیتونم محبت های شما رو جبران کنم. اگه 100 سال عمر بکنم به اندازه یک روز نمیتونم تلافی کنم، ولی قول میدم واسه داداش خوبی باشم. تسلیت میگم احمد خواهر، خیلی متاسفم. فریدون عزیز همه ما بود. من و فریدون سری از هم سوا بودیم. اون دوست من بود. از آقای آذری شنفتم اومد اینجا، گفتم بیام بهتون تسلیت بگم. در واقع فریدون حامی من بود، حامی خودم و سرمایم. حتی بعضی وقتا واسه خاطر من با آقای آذری در میافتاد. آره، اون از بچگی هم واسه اینو اون دعوا میکرد، میگفت هر کی حقی داره. اما آخه چرا؟ این پاداش خوبیه یه آدمه، این موزشه. بله، شایدم قربانی همین افکار شد، افکاری که عده‌ای رو خوشحال میکنه، عده‌ای رو دشمن. وقتی فریدون وای میسد و میگفت آقای آذری شما به پولتون مینازید، اگه جمشید نبود شما الان هیچ کاره بودین. فکر میکنین آقای آذری خوشش میامد؟ هرگز، چون به نظر آقای آذری باید فریدون حقو به اون میداد، و اینجاست که دشمنی شروع میشه با هزار نقشه و تهدید. یعنی منظور شما اینه که آقای آذری تو قتل برادرم؟ نه نه، هرگز نه. اینو به طور مثال گفتم. از روزی که اون اتفاق افتاد تا حالا هزار جور فکر کردم آخه چطور میشه ناصر قاتل باشه. ولی خب تمام شواهد نشون میده کار اونه. اینطور مواقع خیلی ساده میشه یک نفر قاتل معرفی کرد. چرا راه دور میریم؟ شاید فردا یکی هم گفت کار منه. حالا من چرا؟ لابد از همین حرفا که گفتیم منافعم در خطر بوده، در صورتی که تنها کسی که از منافع من دفاع میکرد فریدون بود. پس به نظر شما هیچ کس مقصر نیست؟ از قیب یه نفر تیکه تیکش کرده؟ نه، ولی ثابت کردنش آسونیست. شاید همه قاتل باشن، شاید هم یه نفر که الان داره راحت و آسوده باز خودش میگرده. چه همه مقصر باشن چه یه نفر، دهانشو واز میکنم. اگه ناصر قاتل باشه لای میله های زندون لهش میکنم. مشت همیشه نمیتونه بسته باشه، چون من فازشم. معذرت میخوام، تا جایی که ممکنه کمکم کنید. اون که باید میونه ما از بین بره قاتل برادرمه، نه شما نه من نه حتی ناصر که تو زندونه. تاعت میشه قربان. سلام سرکار. سلام احمد آقا. خونوادش پیششن. باشه، صبر میکنم. کی میفرسین شهر؟ به دستور دادستان برای تکمیل پرونده و بازجویی از اهالی یه دو هفته نگرش میداریم، بعد میفرسیم شهر. یعنی اون قاتل برادر منه؟ والا راست شواهد پرونده اینطور نشون میده. فریدون که رفیقت بود. همه میگن من این کارو کردم، همه میگن من این کارو کردم. یواش یواش منم دارم باور میکنم. به جون منصورم کار من نیست، من جونمو برای فریدون میدادم. من هنوز دسته رو نزده بودم که دستگاه منفجر شد. کارگران وقتی منو پای تابلو دیدن به لااقل تو یکی باور نکن.
به خدا من مقصر نیستم. بابا من شبا میترسم. پسر قشنگم من اینجا کار دارم، برو من شب بیام خود. پس چه دیشب نایمد چون؟ آخه دیشب اضافه کاری میکردم، میخوام پولدار بشم. پولدار بشی واسه ماشین کوچه میخری؟ آره بابا جان، همه چی برات میکنم. همش بهانه تو رو میگیره، داره دیوونم میکنه. خدا به خدا ایمان داشته باش، خدا جای حق نشسته. میگن آدم اگه بیگناه باشه خدا کمکش کنه. صبر داشته باش. جواب این بچه رو چی بدم؟ بفرمایید وقتم رو من نمیرم. پسرم گرد نکن، من شب حتما میام پیشه. حالا تو با مامان برو خونه، من شب که اومدم برات یه ماشین میخرم. باشه مسرور جون، امرو نمیشناسی؟ یادت اون شب با عمو فریدون اومده خونتون وسط موتور کوچولو خریده بود، یادته؟ شما واسه ماشین میخری؟ بله که میخرم، یه ماشین گنده وسط میخرم. بریم طلعت خانم، من حرفای شما زن و شوهر شنفتم، خودم هم از اولش حرف میزدم این کار نمیتونه کار ناصر باشه. آقای آذری میگفت اون دستگاه رو با هم دیگه ساخته بود، آزمایش هم کرده بودن. خب چطور ممکنه ناقافل منفجر بشه؟ حتما یکی خرابکاری کرده. ببینم خونتون از این ور بود؟ آره همین ور. برو خونه. ولی این حرفا به من نمیچسبه، من خودم از اون ماجرا ناراحتم، هر کاری هم از دستم بر اومده کردم. البته این حرفا رو برای احمد آقا جور کن، نه برای من. بیچاره ناصر، حالا به احمد چی میخوای بگی؟ هر کمکی بخواد بهش میکنم. گوش کن آقای آذری، اون قاتل برادرشو میخواد، پس پشت کوام نیومده. اومد لاغل یه نفر برای خودت میگردن، این همه ثروت رو میخوای چیکار؟ سعی کن راحت و طبیعی بمیری، سهم من 50-50 میفهمی؟ خیلی مواظب باش. سلام احمد آقا. سلام. سلام احمد آقا. بفهمید قرونش والا نمیدونم چطور بگم، فریدون تنها برادر شما نبود، پسر منم بود، شوهر دختر من بود، جوان، جدی، فعال، حتی بعضی وقتا با ما دعوا میکرد راجع به کار، حق کارگرا. البته اون دعوا نون حلوا خیر نمیکنه، بالاخره یکی میزنه یکی هم میخوره، یکی میکشه یکی هم کشته میشه. از اینکه شما به فریدون علاقه داشتین که شکی نیست، حتی جمشید خان. واقعا همینطوره، ولی اگه یه برادر قتل برادرشو به همین سادگی و بدون چه میدونم هیچ تعصب و دلسوزی قبول کنه، باید بالا خونه‌شو اجاره داده باشه. کاملا بهت حق میدم، ولی باید اینم قبول کنی که اتفاقی بوده. ما درباره قتل برادر شما هر کاری لازم بوده انجام دادیم، حاضرم بازم به شما کمک کنم اگر واقعا به کسی یا کسانی زنین هستین. نه 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 فعلا که نه، میگن قاتل بالاخره سر جای اولش برمیگرده. ما میخواستم فقط چند وقتی اینجا باشم تو خونه برادرم، واسه این که سرم گرم بشه. خب یه کاری هم باشه میکنم. اینجا متعلق به خودته، نظر شما چیه جمعید خان؟ اختیار داریم، من که حرفی ندارم.
به ما خبر دادن که سلمان همون کسی که از انبار شما دزدی کرده بود اینجاها پیدا شده. شما ندیدینش؟ ازش خبری چیزی نداری؟ اگه من خبر داشتم که اول به شما میگفتم. راستی ماجرای ناصر به کجا؟ هیچی میکنم. خیلی متشکرم. اگه نمیخوای تحویل بدم برو پیش جبار. آخه من تا کی میتونم اونجا منتظر بمونم؟ وقتی سر صدا بخوابه منم بفهمم احمد چه نقشه‌ای داره. به جبار بگو یه جایی امنی قایمت کنه. من خودم میام ترتیب فرارت میدم. برو. دیروز نوبت فریدون بود. پس کجا معلوم فردا نوبت من نباشه؟ من یه بدبخت دیگه و شما انگار نه انگار. آخه چرا باید فریدون کشته بشه؟ خدا بد نده. چی شده؟ شما که عصبانی نمیشدی؟ احمد آقا دارم کلافه میشم. یه دستی داره بین ما آشوب میکنه. میخواد همه چیزو از من بگیره. آره اتفاقا از ما میخواست بگیره. از شما مگه اتفاقی افتاده؟ او نه میخواست بیفته. یه نامردی شب نزدیک بود ما رو نفله کنه. مثل اینکه فهمیده ما هم دنبال کسی میگرد. فهمیدین کی بود؟ آره تو صورتش یه علامت گذاشتم که گم و گور نشه. میرن بلند دستمال سر. آره شکلش یادمه. هر چه ببینم میشناسم. اینجور چیزا رو معمولا کولی مولیا میپوشن. پس لازم شد یه سری هم به کولی مولیا بزنیم. اونجاها نرین اونا خطرناکن. خطر آدم رو هوشیار میکنه. اختلاف شما دو نفر چند تا نقطه کم و زیاد حلش میکنه، اما حساب من حساب انتقامه. حق آزادی یه بیگناه که دور از زنه بچهش داره عمرش تلف میشه. با زخم صورتش خوب نشده باید رفت سراغش. بهش میکنین قاتل برادرتون همون باشید. قاتل نباشه قاتل شناسه. باش فقط خواهش من اینه که دندون رو جگر بذارین. از این موضوع به کسی چیزی نگید. دیشب رفته سراغ احمد آقا، امشب هم ممکنه بیاد سراغ ما. دیگه آب خوش از گلمون پایین نمیره. آموجو سلام. دیدی برات ماشین کوچی خریدم. خوشت میاد؟ حالا یه بوس بدم و ببینم. بده به من، بده به من. راش بنداز، راش بنداز مرد مرد. چه غذا تون میره. من بیه ماشینم ببین. باشه. دیشب واسش خیلی گریه کردم. ببین چه ماشین قشنگی داری. این با برق کار میکنه. گوشت بیار. بنزین نمی سوزونه. هواره آلوده نمی کنه. باید بگو بابام بیاد ماشینم ببینه. دلت میخواد خودت راش بندازی؟ نه تو بگیره. بدش به من. بده به من. بده من. ها. هر کاری تو بگی من واسط میکنم. دست بابام میتونی بکنی؟ بله که میتونم. وقتی این ماشین واسط خریدم خب دست بابات هم میتونم واسط باز کنم. پس باید بیارش خونه. چه خبر؟ هیچ. رئیس پاسگاه گفت هنوز چیزی پیدا نکردی. ولی من پیدا کردم. کیو؟ یه نفر که اگه قاتل نباشه لااقل میتونه بگه قاتل کیه. دیشب اومده و سراغ ماما رو ببینه. شما رو ببینه؟ اما نگاه کن چقدر تو این. آره اگه دیر جنبیده بودم منم میرفتم پیش داداشم. ناکس فرار کرد. نفهمیدین کی بود؟ چرا؟ یه بادم جون دلمه ای کاشتم زیر چشش تا گم نشه. اینقدر میدونم که کولی بود. کولیا؟ همینه که پایین این کوه هستن. این به اون کفش پاشنه بلندان میخوره. اگه میخواین برین محله کولیا خیلی احتیاط کنید. ناصر میگه تو اونا آدم های ناباب زیاده. یه وقت خدا نکرده بالاخره باز رفت. این موضوع رو به کسی نگو طلعت خانم. من میرم محله کولیا چون ممکنه طرف بپره. قول میدم شوهرت آزاد بشه. راه نمام پیدا کردم. برم
کارا برعکسه. سلام علیک آقای ریش، پرسال دوست امسال آشنا، میخوای برای فال بگیرم؟ دست نگرده، این دفعه نوبت منه. بینا، من تو رو کجا زیارت کردم؟ کلنش کف دست بده بینا، کف دست نشون میده یه نفر رو یه دفعه دیدی. حالاشم دارم میبینم. داری کله با بود ششم. آره اینجاش ناجور بود. بله اون یه نفر میخواد ده آخرشو بگو. اون یه نفرم میخواد منو ببینه. جونه با؟ آره اسمشم احمده. احمد آقا. اسم منم سنوبره. چند نوبره؟ سه نوبر. شب محل کلیا دیدنی. بهش بگو اگه نیایی به ضررت ها. سامن و تاعتن. خیلی دلم میخواد محل کلیا رو ببینم. راستی مرغه چطوره؟ مرغه؟ وای اولش کردم دی. چون من اصلا مرغ دوست ندارم. من عاشق خروسم. ای بابا طرف خروس بازه. ببین این برو یعنی بیا. بابا ای بولا این که نصفش هم نیست بقیهش چطور میشه؟ اما شمیه نخیر بیشتر از این هست. خیلی خوب بیا اینم 20 تای دیگه. مگه اینجوری هم تا سنار آخرش هم میگیرم. خیلی خوب داد نزن. بیا اینم 100 تای دیگه روش. خب حالا ببینم راضی شدی یا نه. ای سلام جمشیم خب خیلی خوش آمدین. چه عجبیات ما کردین. خیلی خوش آمدین. چشم سنوبر تو برو بعدن میام پهلوت. این دختر تازه است؟ شما تازه دیدین. یاد باشه بازم ببینم. شما هر وقت کارتون گیر میکنه میای سراغ من. اختیار دارین. راستش چون جاندارما دنبال سلمان میگردن فکر کردم اگه اونجاها آفتابی بشم شاید به شما شک ببرن. باریشالله پس خوب میدونی. بله میدانم. الانم اومدین سراغ سلمان. هیچ کس نباید بفهمه اون فراریه. الان کجاست؟ مخفیش کردم پشت طویله خودم. من میرم پیشش. قربان مواظبم. سلام. کسی که متوجه اومدنت نشد؟ نه. اگه عرضه داشته باشی شانس آوردی. مگه خبریه؟ آره احمد میاد اینجا سراغت. بهترین فرصته که از بین ببریش. اینا دینامیته. وقتی درست فهمیدی کجا میخواد بره سرارش کار میذاری و چلکشو میکنی. آخه من چطور بفهمم که اون کجا میره؟ جبار بهت کمک میکنه. به جبار سفاره عقیبش کنم تو کوها حتابشو برس. تو فهمیدی؟ آره. بگیر چشماتو با کن و مواظب باش تیرت خطا نکنه. Come on.
که دین و دل از رفقا بردی؟ از تو چی؟ از من والا من همش حواسم زیر دامنت بود، گفتم نکنه یه مرغ ببخشی یه خروس یا بپره بیرون. من عاشق مرغم. چرا دروغ میگی؟ تو که گفتی از مرغ بعدت میاد عاشق خروسی. آخه میترسم فرار کنه و غمش واسم بمونه. قول میدی فرار نکنی؟ فرار؟ قول؟ مثل این که هیکل ما کار دسته داره. آره روزی که من از دست اون لاتا نجات دادی، از مردونگیت، از شجاعتت خوشم اومد، به فال نیک گرفتم. بعدم دوباره دیدمت، نگات، چشات، رفتار دیوونم کرد، فهمیدم عاشقت شدم. عشق کولی هم یعنی زندگیش. امشب مهمون منی، پاشو بریم تو اتاق من. اتاقه؟ آخه چی؟ بس دیگه بریم، واسه امشب بسه. خیلی ممنون. یارو ها؟ مثل این که خیلی هوای ما رو داری. میخوام فال تو یه بار دیگه ببینم. وای 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 وای، چه کف دست شلوغ پلوغی داری. تو این شلوغی نیان کلک ما رو بکنم. آخه بعضی از مهمون خوششون نمیاد. میخوام فالت درست در بیاد. فقط اینو بدون که از وقتی شوهرمو از دست دادم، تو اولین مردی هستی که میای تو اتاق من. جبار بایلا. جبار بیا اینجا ببینم. بفرمایید. بگو طرف بیاد پیش ما. او پیش کسی نمیاد. نه فهمیدم. و اون چیه؟ والا سنوبر اختیارش دست خودشه. ویلا من به هر کسی رو نمیدم. خوش بریم. پشو خوش بریم عزیز. آقا ببخشید تشریف ببریم. خب بله دیگه. تنا والا تنا که صفا نداره. بریم عزیز. آقا اینجا چه خاکیه؟ آره این برم خاکیه. ای بابا میخوای بتکونمش؟ خب چرا نه، با تکون دهش. اما این که خاکی نی. خاکیه؟ نه اصلا خاکی. ها اینا اگه گذاشتن امشب به مهمونمون برسیم، اگه قسمت باشه که میرسیم. برو جلو میزبان، برو که 20 سالی داری. به 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 به، خوش اومدی خروس سحر. بیا که خوب داری میخونی. کلبه من امشب خیلی روشنه چون مردش اومده. چه بوی انبر نسارایی میاد. طویله نزدیکته. مثل این که خیلی تنه. به چی؟ بگو واسه چی؟ واسه این مشته. میشناسیش؟ آره یه دفعه دیدمش. کولیه.
وای چشش یه بادنجون کشتم این هوا. اگه کمکم کنی پیداش کن. باشه کولی، واسه عشقش هر کاری میکنه. اگه اینجا باشه خودم پیداش میکنم. شاید تو اون کولیای بالای کوه باشه، ولی به شرطی که قول بدی از پیش من نری. قول؟ من نمیتونم. من دنبال تقاسم. زندگی یه آدم بیگناه، یه زن و بچه بی سرپرست منو کلافه کرده. تو جای من بودی چی کار میکردی؟ وقتی میدیدی یه بچه بهت التماس میکنه و پدرشو میخواد، یه زندگی آزاد میخواد، یه زن داره سرپرستشو از دست میده، خودشم داره خون برادرش پامال میشه، چی کار میکردی؟ آیا جز انتقام حرفی داشتی؟ من قول دادم پدر اون بچه رو بهش برگردونم. با خودم عهد کردم یا انتقام خون برادرمو بگیرم یا به دست همون نامردایی که برادرمو کشتن کشته بشم. حالا عزیز دلم بیا استراحت کن، خودم بهت کمک میکنم. فردا صبح میریم همه جا رو میگردیم، تا صبح خیلی وقت داریم. آخه بیا، آخه دراز بکش. آخه اگه بدونی چقدر کشته مرده دارم آقای ریش، ولی میبینی که خودم کشته مرده تو هم. بده چرا نمیشه؟ ای زنده باشی، مرمت زیاد. ببخشین آبجی ها، این یارو که میگن اسب داره کجا؟ اون پایینه، 200 قدم پایین تر. نره من بازیم آب نبات میخوریم. به ترکی با اون شکم.
پس مطمئنی که کشته شد؟ والا کشته که چه از کنم، دینامیت تیکه تیکش کرد. آفرین. حالا باید چی کار کنم؟ دیگه کاری نداری به جز اینکه چند روز صبر کنیم، سرصداها بخوابه، نشه احمده پیدا کنم، زخم صورتت هم خوب بشه. این وامونده مگه حالا خوب میشه؟ شما یه ترتیبی بدی من زودتر از اینجا برم. تو بودی این کارو میکردی؟ من از کجا بفهمم تو راست میگی؟ اینا که گفتی فعلا یه مش حرفه، باور کردنش مشکله. اگه تو راست میگی چیزی به آزادی نمونده، احمد که کشته شد، ناصرم تا آخر عمر تو زندونه. من کجام؟ من کیم؟ اون کی بود؟ اون کیه؟ اینا چی میخواد؟ فریدون صدای چیه؟ تو گوشم اون صدا. نه یاد جلو. تو تب داری بلند نشو، تو باید استراحت کنی. من کجام؟ اینجا. تو کی هستی؟ من کیم؟ چه قشنگه. منو میگی؟ کیو میگم؟ آره، مخصوصا هم دیواراش بلنده. چه رنگی، چه اتاقی، چه قشنگ. احمد، منم. منو نگاه کن، من سنوبرم، تو منو میشناسی؟ قد ناراحت زن و بچم هم. اگه منو ببرن بچم دق میکنه. پس احمد که میگفتی چی شد؟ باز اگه اون بود کمکت میکرد. خدا باید به من کمک کنه، اگه ببرنم احواز زن و بچم آواره میشم. 10-15 سال کم نیست. آخه چرا کسی باور نمیکنه من بیگناهم؟ از بس همه گفتن ما بیگناهیم، منم با 4 فقره سرقت و 2 تا چاقوکشی میگم بیگناه. کاش منم مثل تو لااقل مقصر بودم، اما به علی قسم من بیگناه. لااقل برین دنبالش ببینین چی شده. هرچی باشه اون برادر شوهر من بوده. مریم خانم معذرت میخوام. شما الان در وضعی هستین که من نمیخوام چیزی بگم که در روحیتون اثر بذاره، و الا میگفتم ما هرچی میکشیم از دست شما میکشیم. عشق شما، شوهر شما، کسی رو که از روز اول به عنوان یک مهندس به این کارخونه آوردین. جمشید خان شما دیگه چرا؟ شما چه ضرری دیدین؟ یه ضرر غیر قابل جبران. اون همه کارگرها رو نسبت به پدرتون بدبین کرد. این چه حرفیه؟ ما که هرچی خواستن دادیم، کسی رو ناراحت نکردیم که قصد دشمنی با ما رو داشته باشه. اونا که قانع نبودن و بیشتر میخواستن، خرابکاری رو شروع کردن، فریدون رو کشتن، اونم توسط ناصر. جمشید خان، ولی من جم کار اون نیست، قتلم اتفاقی نبوده، باید گشت دنبال قاتل حقیقی. بسیار خوب، پس کارخونه رو تعطیل کنیم و بگردیم دنبال قاتل. آقای آذری، من زیر بار این حرفا نمیرم. پول و سرمایه من داره از بین میره. 50% این کارخونه مال منه. 2 روز دیگه به شما مهلت میدم، یا سهم منو بخرید یا سهم خودتون رو به من بفروشید و از اینجا برید. تو دنبال کارش، اون خون برادرش واجب تر از من و توه. نه ناصر، اون به منصور قول داده بابات آزاد میشه. من باید برم به محله کولیا، شاید بلایی به سر احمد اومده باشه. زن بذار به بدبختی خودم بمیرم، میری اونجا لای. نه ناصر، احمد میخواست به ما کمک کنه. اگه اون قاتل برادرش هم بگرده و پیدا کنه، مگه نه اینکه تو آزاد میشی؟ یه خورده فکر کن. اگه زبونم لار تو محکوم بشی، اون رضایت بده، کمتر زندونی میکشی. نمیدونم چی بشم. برو با رئیس پاسکا صحبت کن، اون بهتر میدونه چی کار. خب باشه. خدایا کیه که به داد من برسه؟ من
کجام؟ اینجا؟ پیش من؟ تو کی هستی؟ سنوبر؟ سنوبر دیوونه، دیوونه عشق تو. عشق من؟ من از کجا پیدا کردی؟ اینجا کجاست؟ اینجا عزیزم، اسمت احمد عزیزم. احمد، یادت رفته اون شب تو اتاق من بودی؟ اون روز اولین بار که منو از دست اون گردن کلفتا نجات دادی، من گفتم آقای ریش، گفتی نه یا پیش. عجب حکایتی، چه قصه قشنگی. دختر، اینایی که تو میگی من حتی تو خوابم ندیدم. ایوا، یعنی حرف بزن از گذشته من، از رفتار من، یه چیزی بگو. شاید منم یه چیزی یادم بیاد. میخوام بفهمم کجا هستم، بفهمم کی هستم، اهل کجام، از کجا اومدم، اینجا چی کار میکنم. وای خدا بزرگ، خوب شد اون هیچی جز من یادش نمیاد. حالا مال من میشه بدون گذشته. زن کجایی؟ لامس اینجا، اینجا بیا بخور. من نمیخوام کسی تو رو بشناسه. چرا نشناسه؟ چرا نشناسه؟ اگه بشناسه چی میشه؟ چی میشه اونجا ما بشناسن؟ آخه تو رو از من میگیرن؟ الان دشمن ها دنبالتن. بفرما اگه گذاشتم احمد و عمم بگیرم. دشمن؟ مگه من چی کار کردم؟ هیچ. واسه اینکه منو دوست داری. کی گفت من تو رو دوست دارم؟ من حتی خودم هم نمیشناسم. میشناسی؟ چند روز صبر کن خوب میشی. کسی نباید بفهمه تو کی هستی. ولی خودم که باز بدونم. باشه عزیز دلم، اما حالا نه، نظر بهتر بشی. من میبرم از خونه خودم. احمد خیلی دوست دارم. الهی قربون شکلت برم. تا من نخوام هیچ کس نمیتونه تو رو پیدا کنه آقای ریشه. ببخشید سرکار، احمد وقتی خواسته بره پیش شما نیمده، به کسی حرفی نزده، زنی نبوده. آخه اگه بلایی به سرش اومده بود لاغل نهشش باید پیدا میشه سرکار. بله نظر منم همینه. دو روز بیشتر وقت نداریم، باید ناصر رو ببرم اهواز. سلام. سلام جناب رئیس. از احمد آقا خبری نشد؟ اونو پیدا نکردیم؟ نه، فقط اسبی که احمد برده بالای کوه تو محله کولیا پیدا کردن. خدای بزرگ، نکنه اونو کشته باشن. سرکار چرا نشستین؟ اون رفته بود پیش کولیا دنبال قاتل بگرده. چی کارش کردن؟ اونی بلای سرشو بردن پیش کولیا. تو از کجا فهمیدی؟ روزی که رفت پیش کولیا، شب قبلش یه نفر تو اتاق میخواسته بکشتش. جمشید خان، مگه شما خبر نداری؟ من؟ نه. تو از کجا فهمیدی؟ خودش به من گفت. سرکار تا دیر نشده بریم به محل کولیا. بالاخره یه نفر اونو دیده و باهاش حرف زده. تو اطمینان داری؟ بله، من با خودش حرف زدم. شاید راست میگه سرکار. اگه محل کولیا رفته باشه مردم اونجا دیدنش. بریم سرکار، جون یه انسان دیگه در خطره. باید اقدام کرد. اگه زنده نباشه نهشش که باید پیدا بشه. بسیار برو با. نه برو با. مواظب این بچه باش، محرم در میگردیم. تو هم پاشو بیا. بفرمایین جمشید کن. مهمون نمیخواست. نامبرمان بفرمایید. شما دید
سرکار، بفرمایید. ببینم آقا، یه نفر تازه وارد ندیدی؟ قربان از جبار بپرسید. چیزی دستگیریتون شد؟ احمد اسب و از این دختر گرفته بوده، اسمش سنوبره. درسته، من اونو تو آبادی با احمد دیدم، با هم حرف میزدن. الان از خودش میپرسم. اگه راستشو نگه همین الان توقیفت میکنم. میگن تو اونو دیدی. ای مگه شما حرف سرتون نمیشه؟ من چه میدونم، اونم مثل همه اون شب اومد، صبحشم رفت، تازه اسب منم دوزی. خانم جون خواهش میکنم، یه کلمه حرف، یه راهنمایی شما خیلی به ما کمک میکنه. همون که گفتم، چرا ولم نمیکنین؟ ای الله حرف بزن، اگه معلوم بشه تو با اون دست داشتی، تا آخر اون باید گوشه زندون بمونی. اون یه فراریه، اگه تو بهش کمک کرده باشی شریک جرم محسوب میشی. شماها بی خودی دارین وقت میگذرونین، اون اینجا نیست. باشه، ولی اگه پیداش بکنم روزگارتو سیاه میکنم. بریم جمشید خواه جبار، اگه خبری شد فورا به پاسگاه اطلاع بده. چش خور با.
میدم برگردم، یا قاتل برادرام میکشم یا کشته میشم به امید دیدار. نه احمد نرو. نه باید نرو. نه تو رو دیگه از دست نمیدم، اگه تو کشته شدی منم باید کشته بشم. یالا جون بکن تو، برو چارنل برو. دی بودی بایسا ببینم، من میگم بایسا. با خر افتادی دنبال اصل که نمیگن یکی در میان ناقص العقل. کار خلافی که نکردم، دنبال یه مرد ریشو میگردم. من که قول ندادی برگردی، اومدم تا راد نزدیکتر شی. تو نباس بیای دنبال من، میفهمی؟ میترسم همه این نقشه‌هامو به هم بزنی. را بیا برو، منتظرم باش. باش میرم، خدا پشت و پنات. حالا شدی بچه خوب، برگرد برو با امید دیدار. اینجا وای نستینا، جفتتون را بیافتیم بریم. شنیدی چی گفت؟ گفت برگردی. چرا هیچی نمیگی؟ ای کجا داری میری؟ گفت برگرد، تو هم برگشتی؟ فقا که اولاغی، خاک تو اون سرت کنن، برو گم شو. اگه منم برگردم تو هم بی خود نیست که بهت میگن اولاغ. بابا تو دیدی؟ خیالت راحت شد عزیزم، قربونش برم. من بیش از 700,000 تومان نمیتونم به تو بدم. سهم من 50-50 است آقای آذری. من نمیتونم تا آخر عمر منتظر پیدا شدن قاتل فریدون یا احمد باشم. این مربوط به خانواده شماست، نه شرکت. هیچ کس هم حق دخالت نداره. ولی جمشید خان، من حق دارم دخالت کنم، چون کارخونه متعلق به پدر منه. بسیار خوب، حالا که شما خودتون رو انقدر محق و همه کاره میدونید و هیچ توجهی به سرمایه من، به احساس من، کارایی که برای شما کردم، حتی به عشق من ندارید، تا فردا تکلیف خودم رو معلوم میکنم. اون وقت برنده بهتر میتونه زن. مگه نگفتی احمد کشته شده؟ باور کن، خودم دیدم، کوه منفجر شد، سنگار کوه شد. یاباد اون روحشه، حقیقته که هم یارم با یه گوله نفتت کنم. آخرم این کارو میکنی، تو نمیخوای من آزاد بشم. برو گورتو گم کن تا نایمده سراغه. دلم میخواست همین الان میتونستم نشده بندازم رو زمین. فورم برو جیپ ورده، برو طوری وانمود کن که جیپو داری میدوزی. گم شد. Thank you.
چی؟ خودتی خوب شنگم و خیلی نمیذارم فرار کنی. احمد آدم میکشی در میگی داره جون احمد بیاین شما این چه روزه؟ دریاشو بخواه خاطر برادرتونه اون دختر کلیره با خودش بود چی؟ بابا فرار میکنه بزنم برو برو دنبالش نزد دور بشه برو 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 بایی سانا چی میزنه هر دو بایی نمیزنه شهر بکنی بزن به لاستیکش بزن پنچرش کتا نرفه تو بیزارا او فقط صاف برو ایران زده کاری نماشه بزبخت بیچاره بایی سان نمیزنم شام چه برسه نیزار خوزستان کجایی؟ بایستا بیشه بایستا دیگه افتادی تو هچن بایستا بگیرم احمد کجایی دختر؟ گرفتم گرفتم مادر مردی خوشمتا آقایی اونجا چه خبره؟ مزرعه داره میسوزه قربان. بس برو به طرف آتیشا. فرار کن. نذار فرار کنه. چرا بعد؟ دپو دامنه آتیش نگیره. تو اسمت طغیان بشه. بودو. باش تو. باش تو فرار کن. نذار فرار کنه. با هر چرک به. بگیرش. باش تو. نه نه آدم میکشم نه 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 برش من بده من بده من خودم الان چپ و راستش میکنم حالا راحت شد این همون کسی بود که اون شب میخواست منو بکشه آه داشتیم کباب میشدی احمد بالاخره قاتل برادرتو کشت آره قاتل برادرم اما کاش قبل از مرگش حرف زده بود شاید تنها اون قاتل نبود اگه نبود پس چرا اون شب میخواست شما رو بکشه حتما کار خودش بوده نه جونم نه جمشید خان جون اینطور آدم ها اجیرن این ماشین کوکی وقتی کوکشون کردی هر طرفی بخوای میرن وقتی هم کوکشون تموم شد تو گل وا میمونن و هرچی که نباد بگن میگن حق با شماست کاش اینم گفته بود ده گفته بود امتحانش مجانیه آقای ریش پاشو بیا پیش
بکن چشم قربان. بتاعت بشو بشو گاوت زایده. حالا یه حرفی بزن که جناب آقای جمشید خان خوششون بیا. تو به من گفتی فریدونو بکش، منو اجیر کردی. تو گفتی احمد از بین ببر واسه خاطر ثروت آذری مریم زن فریدونو میخواستی اونو تصاحب کنی. چه رو من قش کردی؟ فرار کرد احمد، فرار کرد. بیگی اون الان میده پولاشو برده بیده انبار بیبریم. شما ها همین چه باشی تا طرف دور نشده من میرم دنبالش. شما بریم با آقای آفری خبر بدی. من باشه برو سمی کار میشه. نه تو رو خدا صبر کن. ای وای اون اگه بره انبار جمشیدو میکشه. پس من میرم پاسگاه به گروبان خبر بدم. بله تنها میری پاسگاه؟ بله. نه جونم بفرما با هم میریم. رابیا دجون بکر دیگه. گروه با نگرده دوزاره گیره بردم. سرکار عجله کن، قاتل جمشیده. احمد رفته انبار که اونو بکشه. من لوش دادم. بیا بلا پدر شده تو خدا بیا پا دوزی مجازی دنبالت میگردم. گروه بار برا انبار کارخونه. کجا میری؟ هوا خیلی بسه. دنبال سوراخ موش میگردی؟ همونجا وایسا. رفتم و مرد می دیدم، اما وقتی چشام وا کردم تو رو دیدم. بگو کی هستی، یه لحظه مرد باش. مردونه بگو، تو مردونه بکشم. بیا جلو. نکشته باشدش. بیچاره ناصر 10-15 روز مفت و مسلم زندونی کشید. جمشید کجاست؟ برین تا میتونه حرف بزنه به شما بگه مقصر خودشه. احمد ناراحت شدی؟ نه برعکس راحت شدم. بابا جونی خوشگرم دست تو با کردم. ناصر تو آزادی، ولی تا دستور بعدی نباید از حوزه استفاضی ما خارج بشی. الهی من قربونت. خب آقای آزاری، از حالا دوست و دشمن خودتون رو بهتر بشناسید. از احمد آقا ممنون باشین. از خدا ممنون باشین که عدل و دادش دنیا رو برداشته. ما سگ کی هستیم؟ خب ما رفتنی هستیم و باید بریم. علی بله آقای ریش. فرمایش. کجا؟ ای دیگه قربون شما. نه خیر دیدی شما، مگه ما قاقیم؟ ما خربشو نیستیم. بفرما.